درود میفرستم به شما عزیزان امروز میخوام در مورد این آقا باتون صحبت کنم ایشون کی هست اسمش هم خیلی سخته ولف گانگ موکش... تاین هست موکش تاین در حقیقت وزیر وزیر یا میتونم بگم رئیس بهداشت جدید اتریش هست من فقط نمیدونم چرا تو خیلی از رسانه های ایرانی متاسفانه ایشون رو زده بودن رئیس بهداشت بلژیک حداقل پرچم و پشت سرش ببینید پرچم اتریشه و در مورد ایشون میخوام صحبت کنم چرا میخوام در مورد ایشون صحبت کنم خیلی جالبه همه جا که پرچم اتریش داره در کنارش هم پرچم همجنسگرایی داره یکی از فعالان شدید همجنسگرایی است و نمیدونم خودش همجنسگراست یا نه ولی میدونم که از حامیان پروپا قرص همجنسگرایی در خیلی از تصاویری که ایشون هست بدون برو برگر پرچم اتریش و پرچم رنگین کمان هم جنس کرده یکی از دلایلی که امروز کشورهای اروپایی که الان آقای شیل رئیس اداره کار آلمان گفته 400 هزار پناهجو ما میخوایم بابت اینه که وقتی که شما تبلیغ یعنی در کنار سگ گربه که من یادم رفت بگم در کنار اینکه شما جنگ جهانی اول و دوم داشتی جمعیتت کم شده بعد عمری سگ و گربه به مردمت گفتی نگردار خب اینجا تولید بچه نمیشه تازه اونایی هم که باز میخوام بچه داشتن رو میکنه که باقا بیای هم جنس گرا بشید آقا شما صبح تا شب دوتا مرد برید تو رختخواب خواب دو تا هم برید تو رختخواب بچه تولید نمیشه برای کشور این خلاف طبیعته خلاف قوانین طبیعته حالا اینا تبیین شما یه زمانی از یه انسان های حالا پزشکی چیز دارن ما بهش میگیم مشکل تو بعضی میگن مشکل نیست تفاوته حالا هرچی یا تفاوت یا مشکله در حال این پدیده توشون هست اوکی میگیم آقا همه موجودات زنده حالا چه هم جنس چه میدونم هر موجود زنده چه حیوانات چارپایان چه چه میدونم ماها همه همه انسان با هر گرایش جنسی و اینا اینا داره یک حقوق هست این یک بحثه یعنی حقوق هم باید رایت شه این چیه این در حقیقت حقه این بحث حقوقیه ولی یک زمانی شما تبلیغ هم جنس میکنی ببینید شما وقتی تمام سریال ها یک جفت هم جنس میذارید این تبلیغ جامعه است که آقا آدمی هم که گرایش جنسی طبیعی و نرمال داره شما داری تشویقش میکنی پاشو بیا همجن این آقای مارتین بود که مال پورتوریکا خواننده لیکی مارتین این تفلک زن داشت بچه داشت نه مشکل نداشت آقا یعنی الان چهار سال بلند شده رفته با یه کرد سوری خواننده معروفه که ترانه گلگل خونده بود بعد خیلی خواننده معروفیه لیکی مارتین مال پورتوریکو است زبانش هم اسپانیاییه خیلی خواننده معروفیه همتون میشناسید چهار سال رفته با یک آقای سوری که البته کرد مال سوری است با این ازدواج کرده از طریق این مرده رفتن با لقاه مصنوعی و اینا سه تا بچه الان داره سه تا دختر یا پسر داره اینا یادم نیست با این تبلیغ همجنس کرده یکی از این افراد این آقای موکشتاینه که جدید اومده بسیار مبلغ هم جنس کرده یعنی نمیگه آقا همه ما میگیم هر موجود زنده ای با هر گرایش جنسی دارای حقوقه اما اینا اینا نمیگن خیلی بحث ریزیه دقت کنید تبلیغ هم جنس گرایی دارن میکن. این تبلیغه خیلی خطرناکه خیلی خطرناکه و ایشون جز مبلغین این قضیه است حالا چی شد که ما یاد این قضیه افتادیم این آقا رو داریم میگیم برای که تو هفته که گذشت برای من خیلی جالب بود ایشون به فارسی یه کلیپی میده بیرون با همین پرچم کرده و, و اینا به فارسی یه کلیپی میده البته به زبانهای دیگه هم داده ولی خیلی جالب بود به فارسی این کارو میکنه و کلیپ رو گوش کنیم که چی میگه این آدم این کلیپشه به فارسی صحبت میکنه این آقا پشتش پرچمه اتریش اتحادیه اروپا و همجنسگرایی برای چون از همه چی از اتحادیه اروپا و اتریش همجنسگرایی چون براش مهمتره وسط قرار داده گوش کنید چی میگه درخواست ما از شما همکنون علیه ویروس کرونا واکسینه شوید هر واکسن تصریحی مهم و تاثیرگذار است داره میگه بیایید واکسن بزنید منظورش هم واکسن های آمریکایی سیگه حتما دیگه چون الان بحث در ایران همینه نمیگه بیاید واکسن برکت بزنید که حالا این حتی نام نیورد ولی هدف و کانتکس کار در زگل واکسن آمریکایی سر میگه تبلیغ میکنه آقا به خاطر سلامتیتون بیاید واکسن بزنید خب من ابتدا به ساکن به این آقا که رئیس بهداشت اتریش هست یادآوری کنم که ما به شما بعد توصیه کنیم که فریتا باشم اون پرچم همجنسگرایی رو وردار چون علم علم پزشکی ثابت کرده ما تا قبل از اینکه هم انقلاب همجنسگرایی در آمریکا رخ بده بیماری های جنسی به 4 5 تا محدود میشد به لطف شما عزیزان همجنسگرا بیماران جنسی که زمانی که انقلاب همجنسگرایی و انقلاب سکس در انقلاب جنسی در آمریکا رخ داد در 70 سال پیش در سال 1900 میتونم بگم 60 70 بود دیگه 1960 آن اینا انقلاب سکس در اونجا رخ داد به لطف شماها ما الان دارای بیماری جنسی که از 4 5 تا موقع محدود میشد به نزدیک 80 90 بیماری جنسی در حقیقت اومد و افزایش پیدا کرد و بیماری ارزی یکیش بود حالا خیلی جالبه خیلی از بیماری جنسی بین رابطه یک زن و مرد نیست بین رابطه مرد با مرد یک سریان فقط رابطه بین زن زن. یعنی به لطف این بحث همجنس کردی که شما داری میگی تولید بیماری گستردهی انجام شده فارغ از این که من دیگه این بحث همجنس کردی که چقدر دچار بیماری های روانی و چقدر دچار آسیب های اجتماعی و اینا میشه در یک کشور دیگه باز نمی کنم. فقط بیماری های جنسی به خاطر همین داستان افزایش بده که بنابراین برای سلامتی تو نمیخواد به فارسی به ما بگی چیکار ما واکسن بزنیم یا نزنیم اون به خودمون مربوطه خودمونم واکسن درست کردیم به اسم برکت منم تا الان که دارم دست دست میکنم امیدوارم که یه عزیزی برای ما واکسن برکت رو بفرسته ما هم داریم دست دست میکنیم تا این لحظه هیچ واکسنی نزدم چون به واکسن آمریکایی چی اطمینانی ندارم اما نکته ای که وجود داره اینه که شما که دارید دا مردم ایران فارسی میگی که چیکار کار بکن نه ما به تو میگیم که ابتدا به ساکن تو مبلغ جریانی هستی که نه تنها بیماری های جنسی بلکه بیماری های روانی و آسیب های اجتماعی به بار میاره حاضرم با هر کسی هم که همجنسگرا ساعتا بشینم بس کنم همجنسگرایی در کنارش کلی بیماری های جنسی و در کنارش کلی آسیب های اجتماعی و بیماری های روانی به بار میاره ببین انسان که آقای شما که رئیس بالاخره بهداشت اتریشی بهتر میدونید انسان ها همین جوریش به خود به خود دوچاره ببخشید خطر افسردگی قرار دارن به خاطر شرایط زندگی و تکراری که انسان ها در روز پیدا میکنن دچار خطر افسردگی ان حالا با همجنس گرایی شما میاد این بخش از بیماری های روانی رو هم تشدید میکنی برای منی تو نمیخواد به ما توصیه کنی ولی سال جدی اینجاست چرا فکر میکنید رئیس بهداشت اتریش که خودش مبلغ جریانی است که باعث بیماری های گسترده جنسی و روانی و آسیب های اجتماعی میشود رفته تلاش کرده به فارسی یک جمله بگه و شما رو تشویق کنه برای زدن واکسن آمریکایی این واقعا سوال جدی است درسته ایشون نامی از واکسن نمیاره چی بزنید خودمونیم دیگه تو ایران الان سلبریتی ها افتادن به جان نظام که برو واکسن آمریکایی بخر چرا ایشون میاد اینو تبلیغ میکنه دلش برای ما سوخته خیلی عاشق مردم این چشم ابرو ای ما مشکیه من نمیدونم این اروپایی چقدر واقعا میمیرن برای چشم ابرو مشکی کلا انقدر ماها رو دوست دارم وقتی ماها رو توی اروپایی نمیبینم که یه کل سیاه عزیز کل سیاه عزیز بیا من بغلت کنم عاشق ما شده عاشق چشم ابرومون شده واقعا اینجوری فکر میکنی اینا هستش که یعنی با همین اخبار ریز میتونی که اگه کلیت داستانه بدونی یه ای بابا چرا همه چی به هم میخوره رئیس بهداشت اتریش که خودش عامل انتشار کل بیماری هست به خاطر تبلیغ از بحث همجنسگرایی حالا عمل نگران سلامتی ما شده چون نگران سلامتی مردم اتریش باش که سال به سال شما و دولتتون مردم اتریش رو دارید با پخش سریال های آمریکایی و فیلم های آمریکایی که توش یک جفت همجنسگرا گذاشتن و از همون فرهنگ آمریکایی که هر سال مراسم های تظاهرات همجنسگرایان تو اتریش داره و دارید تبلیغ همجنسگرایی در متروهاتون در بیلبورد هاتون برای مردم عادی برای جوانای معصومتون میکنید که از دل همین کلی بیماری جنسی و بیماری های روانی و آسیب های اجتماعی به بار میاره فکر اونا باش ابتدا به چون تو اتریشی هستی اول باید فکر مردم خودت باشی تو داری دهن مردم خودت سرویس میکنی با تبلیغ و مبلغ بحث همجنس بعد اومدی درسوز من ایرانی شدی عاشقتونم <applause> چه روزگار خوش دیگه اینجا واقعا اول بگه خاک بر سر یک مش سلبریتی مثل این خانم چی بود زکر سهر زکریایی چی بود سر زکریا بود چی بود دو مردم چرا باید نمیرن خب مردم میمیرن فلسفه هست دیگه اینه که داری میگی بحث فلسفیه مردم اینا برای جواب بده که مردم چرا بعد میمیرن هم بعد خامنه جواب بده شلو و شلوغ ها دیگه بخشه کلی بازی را مینداختن که آقا برید واکسن آمریکایی نه خب الان هم دیگه دیدید 1.5 میلیون واکسن آمریکایی در ژاپن خراب در اومد بعد حالا این واکسن آمریکایی رو میخواد یه جورایی بخره بکنه تو پاچه اسپانیا دیگه همه میدونیم ریشه این واکسن آمریکاییه قرمتون برم شب روزگار خوش همتون به اهورامزدای ایران میسپارم آینده ایران بدرو